تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعد ما احاط به علمه الهی انطقنی بالهدى و علمنی التقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه چند دقیقه ما خیلی ساده و روان تفسیر میکنیم. رسیدیم به سوره اسراء آیه 41، بشنوید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. به یقین ما در این قرآن حقایق را با بیانهای گوناگون و مکرر بیان کردیم تا پند بگیرن، ولی فایده نداشت جز بر رمیدگی اونها نیفزود. هرچی ما بیشتر خوندیم اونها بیشتر رم کردن. قرآن خوندیم که بیان، اینا در رفتن. ولقد صرفنا، صرفنا تصریف و صرف و میگن صرف و نحو در علم ادبیات، یعنی یه چیز رو انسان با بیانهای مختلف و متنوع گفتن، تکرارهای مختلف. چرا؟ برای که مطلب روشن‌تر بشه. انسان فطرتاً تنوع خواهه، هم در طبیعت هم در ادبیات، و این هم یکی از دلایل تغییر انبیاس و تغییر کتب آسمانیه. با اینکه انبیا همشون انسان‌های معصومی بودن و محتوای حرفشون یکی بود، اما خود تنوع در انبیا و تنوع در روش ها ای خودش یک نوع جذابیت داره. ما قرآن را با بیان های مختلف بیان کردیم، اما اینها بیشتر فرار کردن. باران وقتی میباره، اگر به گل بباره بوی گلش بلند میشه، و اگر به چیز بدبو بباره تعفنش بیشتر میشه. و ما یزیدهم الا نفورا. گاهی میپرسن چرا قرآن یه مسئله رو تکرار کرده. یکی به خاطر که گاهی به خاطر تأکید تکرار شده، مثل که میگم توجه توجه، خب دو بار میگم توجه به خاطر که میخوام تأکید کنم. گاهی به خاطر تأکید، گاهی به خاطر که در هر دفعه یه افراد جذب میشن، یه حی علی السلامگی ممکنه به گوش یه نفر بخوره، به گوش نفر نخوره. بعد وقتی میگه حی علی الفلاح، حی علی خیر نمد، یعنی هر دفعه که تکرار میکنی برای بعضی تأکید بیشتره، برای بعضی در دفعات اول جذب نمیشن ولی در دفعات دوم جذب میشن. لیذکروا، قرآن کتاب ذکره، نحن نزلنا الذکر ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا. ذکر یعنی یاد، یعنی در مقابل غفلت. ما قرآن را آوردیم تا مردم از غفلت بیان بیرون. خب تکرار قرآن برای دوستان دلرباست، ولی برای مخالفین هرچی بیشتر بخونه اینها بیشتر لذتشو میگیره، بیشتر فرار میکنه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که در اثر تلاوت آیات قرآن از گروهی باشیم که اذا تلیت علیهم آیاتو زادت و ایمانا. هر مؤمن کسیست که وقتی آیات خدا بهش خونده میشه ایمانش زیاد میشه. گاهی از هم میپرسن ایهم زادت، کدوم هم ایمانتون زیادتر شد. خوب آیه 41 تمام، بریم سراغ آیه 42. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. آية 43، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. بود فرستا خدا را قبول داشتن. بارها تو قرآن فرموده که اگر از اینا بپرسی خالق کیه، میگن خدا. لا یقولون الله. اونتا بودها را واسطه فیض میدونستن، شفیع میدونستن، شریک میدونستن. قل میگه با اینها ایتو استدلال کن. شیوه گفتگو با بود فرستا را خدا نشون میده. میگه بگو لو کان معه آلهتون. کلمه لو
نمیگه اذا کان یا ان کان، لو مال یه جاهایی که نمیشه، مثل که لو کان لربک شریک، لو کان فی همه آلهتون الا الله، لو کن تفضل غلیظ القلب، اگر تو بد اخلاق بودی پیغمبر که بد اخلاق نی، مثل که میگم اگر تابستون برف آمد، تابستون که برف نمیاد، اگرهایی که نمیشه میگن لو، قل لو کان معه آلهتون کما یقولون، اگر که نمیشه، حالا اگر با خداوند شریکانی بود همینطور که اینها خیال میکنن و معتقدن و میگن، اول لبتق و الاذ العرش سبیلا، در این هنگام او خداها در پی رافتن راه نفوذی به سوی خدای صاحب عرش بودن تا قدرش ازش بگیرن، اگر چند خدایی بود رقابت میشد، هر کسی میخواست قدرت دیگری بگیره، اصولا تعدد درش رقابته، اگر با خدا خدایان دیگری بود لبتقا و می رفتن به سراغ چی؟ ذل عرش سبیلا، می رفتن سراغ خدای ذل عرش تا راهی نفوذی پیدا کنن و قدرت از او بگیرن، اگر بت ها هنری داشتن، اگر بت ها شریک بودن، شریک به طور طبیعی می خواد مال شریکش تصاحب کنه، می خواد قدرت از دست او چنگ بگیره، خلاصه می خواد بگه نظام هستی دلیل بر این است که خدا یکیست، چون اگر خدا یکی نبود تعدد رقابت میاره و رقابت فساد میاره، یعنی اگر رقابت بشه نظام هستی به هم میخوره. سبحانه و تعالی اما یقولون، منزه از خدا و بزرگ از برتر از خدا از حرفایی که میزنن، علو و کبیر یک برتری بزرگ، یعنی خیلی خدا دور از این حرفا، در وریای که میگن عقاید شرکالود که این سنگ و چوب و مجسمه ها رو شریک خدا و شفی میدونن، خدا منزه هست از این عقاید و از این گفته ها را و خداوند برتر است از این افکار. خب هر که به هر مقدارم خدا رو ستایش کنه، باز خدا برتر از اون گفته ها و توصیف هاست. هم اما یقولون را میشه به مشرکین که مظاهره به مشرکین، این مشرکین حرفایی که میزنن که میگن خدا شریک داره، خدا منزه هست از این حرفا، حالا این احتمالم که خدا رو سبحانه او، یعنی فکر نکنه که سبحان الله بگه خدا رو تونسته تسبیح کنه. خب این آیه 41 و 42 و 43 تمام. پس قرآن با بیان‌های مختلف بیان شد تا جذابیت داشته باشه، تنوع داشته باشه و با تکرار مردم هدایت بشن. یکی دومی که این هستی یک مدیریت داره، تحت یک رهبری و یک مدیریت و یک پروردگاره، اگر کسی شریک خدا بود شریک رقابت میاره و در رقابت نظام هستی به هم بخوره. خدا منزه هست از این عقاید شرکالود. آیه 43 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.